میهمان امشب ما مردی است که با قرآن شروع کرده، اما حالا نامی آشنا در میان جوامع اسلامی داره به واسطه ستایشگری اهل بیت، به واسطه عرض ادب به ساحت آل الله. مردی که با نغمات او همه ماها خاطره داریم، مردی که بذارید بیشتر توضیح ندم، میهمان ما حاج محمود کریمی. به افتخار حاج محمود کریمی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام 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 نوانده آقای حسنی کلی سلام علیکم. آقا سلام علیکم. سلام 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 علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. حالا شما خوش اومدید. بفرمایید. یه لارو دویدم آقا. بفرمایید آقا. حاج آقا رو تشویق کنید، خود نفسشون چاق شه. وای جونتون. آقا خیلی خوش اومدین. عیدتون مبارک، نماز روزهاتون قبول، خیلی خیلی خوش اومدین. عید شما مبارک. سلام علیکم و رحمت الله. سلام رحمت الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم عید رو و انشالله که نماز روزهاتون هم قبول باشه. انشالله. و آقای موزمون به اون نگاه بکنه، هم ماه رمضان خوبی داشته باشیم، هم اون سلفتمون نسبت به قرآن بیشتر بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اهلا و مرحبا. جلسه دومم هست خدمت شما رسیدم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت اساتید یا حبیبی، آقای حسنین، آقای قاسمیان، حاج احمدآقا، آقای درویش و حامد. میخوامد من بیشتر میخوام. من حامد چون خیلی دوست دارم به اسم کوچیک بعد ما این تیز صداش بکنم. بعد شما بشم محبت دارم. خیلی خوش اومدید. شما خسته نباشید. زنده باشین. زنده باشین. اول بگین که علاقتون به مصطفی اسماعیل از کجا اومده تا من بعدش رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیشبم عرض کردم که یه استادی داشتیم به نام آقای مدق. ایشون خیلی مؤثر بود در این که ما به طرف قرائت به شیوه شیخ مصطفی اسماعیل بریم و یواش یواش خودمون نمی‌دونستیم چرا، چون استادمون خیلی دوست داشتیم، خیلی دوست داشتیم شبیه ایشون بخونیم. یواش یواش حالا این کار خدا بود، حتی بقیه قرائت هم خوب قشنگه و باعث شد یه دریچه هایی برون باز شد و معنی قرآن رو هم که نگاه میکردم میدیدم خیلی شباهت به اون لحنی که داره میخونه داره. یعنی قرائت با توجه به معانی. بله بله. مثلا میگه ورادت هلتی هو فی بیتی ها نفسه وغلقت الابواب قالت. این باید چه کرشمه ای میگه، اصلا فریب توشه. قالت هیت لک قال ما هذا الله. الله الله. توش تشر داره، هم به قول معروف اون فتانگی زلیخا رو داره، همون تنبیه هم داره. این باعث میشه که حالا من یه علاقه پیدا کردم به آقای مصطفی اسماعیل. آیات سوره مبارکه حقه رو که میخونه کلو واشربو نعم میخونی بخون حامد بخون حامد جان حامد. ما چند سال از شما مصطفی اسماعیل نشنیدیم. من در حضرت اون قرائت هایی هستم که یه دونه مو تو صورتت نبود آخه به خدا. فاما
من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. الله الله الله. می اصلا چه جوریه؟ میگه که این همونه. بخون. بخون چی کردی؟ نه قطوف هدانی قشنگه. به یمین. چه کارهای خوبی کردی؟ قطوفها. بخون. اینا رو داری. قولو و شرش. بیا یه قرائت مصطفی اسماعیل کامل بخون. امشب ما هم گوش کنیم. ای جانم. حاج آقا حامد خودش صاحب سبکه. دیگه مصطفی نمیخونه ولی امشب به خاطر شما میخونه. بسم الله حامد جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته اینجا صداش قطوفت میشه. صدای بوغم میاد در فاما من أوتي كتابه بيميني فأقول هاهم اقرأوا كتابي. الله نعم جل الصانع. نعم إني ظننت أني ولكن حسابي. الله الله ويلي. نعم فهو في عيشة راضية. الله الله في جنة عالية. الله قطوفها دانية. يا حلاوتك. أيوة كده. كلوا واشربوا هنيئا. الله قطوفها دانية. الله الله
يخشي جل الصانع. أأنتم أشد خلقا أم السماء آقا اصلا عید شما رو دید سر ذوق اومد سر ذوق اومد شما رو دید قربان شما اصلا من تلاوت خوب تا حالا از حامد نشنیدم این اولین بار و یه نفر اومده یه جای یه چیزی بخونه میگه تلاوت از حامد نشیدم یه نفر یه چیزی بخونه گفت یه چیزی بخونم براتون تارو نخونده باشم یکی گفت نمازت بخون نه ولی واقعا لذت بود یعنی الان مصطفی اسماعیل به سبک حامد بود نه واقعا با فقاهت خودت داشتیم میخوندیم ولی الان حامد رو زمین نبود داشت میخوند من حس رو زمین نبود داشت میخوند چند وقت بود من محبت داری آج آقا آقا استفاده گرمی واقعا فضا چماشی و مثلا اون حالی که خودش داره مثلا میگه قال قائل منهم کم لبت دو اون خود مصطفی رو از خواب بیدار کردی قال قائل الله حسه واقعا هست حالا این اگر ما خودمون بیام این رعایت بکنیم حالا تو مایه های دیگه حالا حتما نه صدای خود مصطفی باشه دیگه مصطفی اسماعیل اول شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الان دو دقیقه نمیتونه بخونه و اتفاقا همونو میاد یه ساعت میخونه دو ساعت سه ساعت داره من همه اولش فکر کنم اینطوریه ولی تا گرم بشه و اینا ولی چون داره با معنی میخونه من یه مستندی دیدم از شیخ مصطفی که وقتی شروع کرد خوندن تو مصر رادیو قحط اومد سری کارخونه رادیو زدن بار رادیو اومد مردم شنبه ها مثلا یا چه روزی بوده همه میرفتن تو قهوه خونه ها میشستن که مثلا یه رادیویی باشه مثلا مصطفی اسماعیل گوش بکنه نگه شما اگر به مصری ها توجه میکنی یا مثلا بعضی از کشور بعضی از عرب زبان ها مصطفی رو چون با لحن صحبت کردن میخونه خیلی دوست دارن ولی خب بعضی ما که زیاد به معنی کاری نداشته باشیم به مثلا قرائت عبدالباسط توجه میکنیم باز مثلا استاد چهادنور باز خدا رحمت کنه ایشون باز شباهت به مصطفی اسماعیل داشت یعنی بعضی موقع میگه وعدن علینا وعدن علینا وعدن علینا این انقدر واقعا آدم حس میکنه اینو بعضی موقع مصطفی میاد ضمایر رو جدا میکنه این جدا کردن ضمایر خودش اصلا یه آهنگ جدید ایجاد میکنه تو قرائت ما اینو کمتر بهش دقت میکنیم اگر دقت بکنیم یه قرائت به نظرم یه چیز دیگه ای میشه یه خوردم باید به جسم خودمون به حنجره فشار بیاریم حالش هست برامون قرآن بخونیم؟ بله آقا چرا؟ یه صلوات بفرستیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. يا رحمن يا رحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. اي والله يا لطيف جل الصانع. يا لطيف اي والله جل الصانع بما صنع. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اي والله نعم عليك يا نعم. الله نعم ولا اي نعم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. نعم الله 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 يا حاج. وكان وعدا مفعولا. الله 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 عليك. الله 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 يا سلام سلم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. نعم. الله 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 الله. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله نعم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا لك. معلوم إيه نعم الله الله معلوم الله 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 إيش مرة خاب بدارك معلوم مرة مزون. نعم آه هم فکر نمی‌کنی حاج محمود اینجوری. الله 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 یا محمود. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الله لا شك. الله 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 الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا الماء
مسجدك ما دخلوه أول مرة. جل الصانع. الله 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 جل الصانع. الله 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 الله. نعم ولا محمود؟ نعم 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 نعم. الله الله الله. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله 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 الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من اصلاحی میکنم ببخشید ما هم صدامون به هم ریخته. حاج احمد از خواب بیدار شدی؟ من هنوز خوابم. باورم نمیشه حاجی اصلا نمیشه همچین چیزی تصور کرد و فکر نمیکنم حاج احمد هیچ وقتم بیدار بشه. نه حالا اینی که الان شوخی میکنه ولی من واقعا حاج محمود اصلا من واقعا با این صدا که حالا ما میدونیم صدای حاج محمود اصلا صدای معمولی خودش هم نیست، 10 درجه شاید از اون صدا هم نداشته باشه ولی بازم بتونه به این دقیقی و با این تجوید با این دقت دیگه آخر دیگه درم داش گیر میره. آقا چند سالت؟ شاگرد نمیخوام استاد، شاگرد نمیخوام. حالا فرصت بود. حاج محمود چند سالتونه؟ یه لحظه. همسن منه. نه همسن منه. سنت که بیشتر از اینا. یه اتهام، اینا یه اتهامی به من زدن. نه صبر کن، نه صبر کن. چند سالتونه؟ با هم دعوا دارن. حاج محمود چند سالتونه؟ 13 سال فاصله. تو اون 13 حسار امیرالمومنین صلوات بفرستید. الله صل علی محمد و آل محمد. احسنتم كثير احسنتم. خیلی عالی بود. من حالا فهم کردم خودم مثلا مصطفی اسماعیل رو خیلی دقیق گوش کردم. مشخص بود که خیلی حاج محمود ها دقیق گوش کردن و با نکات ظریفی که تلاوت مصطفی اسماعیل. البته من بارها گفتم همه قراء اساتید زیبا میخونن ولی اصلا مصطفی اسماعیل یک چیز دیگه است. تصور دیگه از تلاوته. حاج آقا کی مصر رفتین؟ ما این همه سال با هم رفیقی من اینو نه این یکی نمیدونستم. مصر. کی مصر رفتین؟ مصر دیگه مصر مصر والا مصر رفته. مصر همه بغلش مصر. خدا قرآن هم گفته اه به تو مصر. نه مصر فکر کنم 13-14 سال پیش بود با تیم والیبال نشسته رفتیم. البته انقدر ما قدم دار بودیم اون سال ایران قهرمان نشد ولی نه بعد جالب یه نکته جالب داره. اون سال فکر کنم سال 90 و نه بیشتر بود 20 سال بود تقریبا 17-18 سال پیش اون سال بوسنی قهرمان شد. چرا؟ چون اکثر بازیکنهای تیم والیبال نشسته بوسنی از مجروحای جنگ بوسنی بودن و روحیه بسیار بالا، بسیار روحیه بالا بود و هر یه توپی هم که میخوابوندن یه الله اکبر خیلی قوی هم میگفتن و اون سال هم خب یه خورده بچه ها رویهشون هم اینقدر بالا نبود. الان که الحمدلله خیلی خوبه، همیشه هم قهرمان بودن. خاطره ای از مصر دارین؟ چون مهد تلاوت دیگه مصر. خاطره ای از مصر بوده. دارین برامون بگین؟ از بوده شما که من یادم میاد تو مسجد رسول حسین
با بچه ها رفته بودیم اون کرسی قرائتی که اونجا هست هست مثل منبر که تو مسجد هست. من نشستم اونجا یه چند تا آیه خوندم، بعد این مصریه که داشتن رد میشنن یواش یواش نشستم. بعد اون یه بار بود خیلی خوب بود، حال خوبی بود. یه بارم رفته بودم یه مغازه بود، فکر میکنم مثلا 600-700 متر بود مغازه، خیلی بزرگ بود. این تو در تو سالونای بزرگ داشت، اینا تابلوی پاپیروس میفروختن، این تابلو قدیمی های مصری که مثلا با یه گیاهی درست شده روش نقاشی بود و نقاشی های مثلا مصر باستان و اینا دیگه. منم زیاد از خرید خوشم نمیاد، مثلا چون خودم زیاد جایی نمیرم مثلا واسه خرید. خدا رحمت کنه واجلی کشفیه که کاپیتان تیم ملی هم بود، اونم برده بودیم، اونم دو پاقت بود دیگه. یه جایی رو پیدا کردن پله نداشته باشه، دو سه تا پله میخواد میرفت توی فروشگاهی دیگه. واجلی کشفیه هم با ویلچر ما بردیم داخل و بچه رفتم بچرخن که سوغاتی بخرن و هدیه بخرن. یا آقای نشسته پشت میزش صاحب اون فروشگاه بود، داشت قرآن میخون، من بلند بلند هم داشت میخون. بعد من تعجب کردم، گفتم این مصریه چرا اینطوری میخونه؟ بهش گفتم که فکر کنم اشتباهی داری میخونه. اشتباه کردی؟ گفت اشتباه چی؟ گفتم اطباق قاف رعایت نکردی. بعد بهش برخورد، بعد بلند شد و این صندلیش کشید عقب، گفت که گر تو بهتر میزنی بستم بزن. ما نشستیم و یه آیه گفتم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه نگاه که اولا آدم پرسید کجایی هست، گفتم ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. به اینجا که رستن گفت سب کن، چی شد؟ گفت یه چایی بیاریم بخوره. یه چایی واسه من آوردم. یه دو سه تا بچه والیبال نشسته الان ازشون بپرسیم، اونا بودن، اونا هم جمع شدن، یه چایی واسه من گذاشتن و گفت یه دقیقه اینجا بشین من بیام. ما دیدیم رفت بیرون، ظرف ده دقیقه یه بلنگو، این پورتابلو هست که بلنگو و میکروفون همه چی داره، گذاشت رو میز و یه سپایه کوچیک هم داشت، معلوم بود اصلا تو اون بازار جمع میشدن قرائت میکردن. به دو سه نفرم گفتم که یه قاری تو فروشگاه ما بیاد بشین. آقا همه اومدن نشستن، یهو شد یه جمعیت مثلا نصف این جمعیت. حالا بخون. باش رو کم خوندیم. یه نیم ساعتی من خوندم. نیم ساعت؟ به خدا. نیم ساعت. بعد جالب اینجاست که اینا تو قرائت یه حال خوبی دارن، خودشون جای قاری میذارن بعضی موقع. مثلا شما مد مسقل رو که میکشی این کله رو بیشتر میکشون، بعد همزه رو که ادا میکنی مطمئنه همه سرا داره حرکت میکنه. اکثرشون اینطوری ها، یعنی با مد میرفتم، بعضی موقع زیر لب میخوندم. بعد بعد نیم ساعت گفتم که من خسته شدم، یه چایی بخورم. یه چیزی بودم، یه چایی خوردیم و بعد گفتم دوباره بخون. بعد 40 دقیقه دوباره من خوندم. یعنی روی میز انقدر پول مصری ریخته بودن، بعد همه رو جمع کردم گفتم بچه حالا بریم سوغاتی بخریم. در بود. آقا اولین تلاوتتون یادتونه چه سالی بود؟ اولین تلاوتم فکر میکنم دانشگاه الازهر تأسیس شده بود من. نه واقعا یادم نمیاد. مدرسه بود، مسجد بود، چی بود؟ تو مدرسه مثلا سر صف قرآن میخوندم، توی جبهه تو مثلا لشکر قرآن میخوندم، بیشتر قرآن صبحگاه یا مثلا مناسبت چیزی بود من میخوندم.
حالا موقع رسما بوده که میبایم سا کنارمون ترجمه قرآن هم میخون. آه تو مدرسه؟ تو مدرسه هم اینطور، تو مثلا لشکر هم اینطور بود. ولی خب مدارس خیلی موثره توی فراگیری قرآن، قرائت قرآن. مداره اول مساجد بعد مدارس. ما مساجدمون متاسفانه، حالا جدای از اونایی که خوب دارن عمل میکنن، مساجد توی حوزه قرآن خیلی فشلن واقعا. واقعا اصلا کاری نمیکنن. مسجد الان، من بی احترامی نشه به بزرگترها، مسجد شده مملو و از صندلی که همه عزیزانی که سن و سالشون بالاست رو صندلی بشینن نماز جماعتشون رو بخونن، بعد هر کی هم سنش بالاتره به صف جلوتر نزدیک میشه، اللهم انا نسالک و ندعوک مال اونه. یعنی با جذابیت ایجاد کرد واسه بچه‌ها، واسه نوجوانا. من یادم میاد تو مسجدمون، هم بعضی موقع مثلا تو مسجد تو بسیج که بودیم میخوابیدیم، یا مثلا تا آخر شب تو مسجد بودیم، مشق و درسمون هم تو مسجد بود. یعنی اینقدر جذابیت بود. بعد یه مشق محمدی داشتیم تو مسجدمون، این هم بعضی موقع تون حوصله بود، بعضی موقع پر حوصله بود. ما آخرش نفهمیدیم این کی سر کیفه، کی عصبانیه. بعد مثلا ما توپ می‌وردیم تو مسجد، فوتبال بازی می‌کردیم. نه واقعا دو تا تیر دروازه، مثلا دو تا ستونه مسجد نشون می‌کردیم، تو مسجد بازی می‌کردیم، درسمون رو تو مسجد می‌خوندیم، تو حیات مسجد بچه بودیم گرگم به هوا بازی می‌کردیم. الان این کارو نمی‌کنن. الان که نه، مسجد جای نمازه. چرا آقا؟ مسجد جای انسه. بچه به نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر معروف نهی از منکر. ما باید خودمون دست به کارهایی بزنیم که جذابیت معلوم بشه، نه جذابیت ایجاد بشه. مسجد جذاب هست، جذابیتش معلوم نیست. ببینید، اولا میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. نه آقا، میگه شما لباس خوبتو، لباس تمیزتو وقتی نگاه میکنی میبینی باباش با یه زیر شلواری، با یه دمپایی خیر 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 داره میره مسجد. خب این که بچه میگه خب این دیگه بابا تو خونه هم اینطوری این نیست. اگه بچه پدر و مادر بگن حالا مثلا این کاپشن خوشگلت رو بکنن، پیرن قشنگت رو، اون کفش قشنگر رو بکنن، کفشت هم دستت بگی ببر تو، بعد بچه فکر کنه داره میره و واقعا داره میره مهمونی، خونه خداست، داره میره تو خونه خدا. بعد این جذابیته که ایجاد بشود، چهار نفر هم که همدیگر رو میبینن با بچه ها خوب رفتار بکنن. الان من اینجا نشستم، ذهنم درگیر اون بچه هست که خوابش برده، الان باباش اینطوری نشسته، این باید این بچه با دست شما رو حس کنه، با دست رو ذهن اینطوری بغلش کنی. آره قربونت، بغلش کن، بذار قشنگ بخوابه. آره تو محفل قرآن جای بهتر برای خواب واسه بچه تو محفل قرآن نیست. بخشی از جذابیت آقا باز مثلا به امام جماعت برمیگرده. بعد اینا دقیقا به امام جماعت برمیگرده. یعنی وزانت مسجد دقیقا به امام جماعت. امام جماعت اگر حوصله داشته باشه با بچه ها کلنجار بره، باشون حرف بزنه، بشینه اسم چیه بچه رو، امام جماعت مسجد بچه رو اسم صدا کنه، مثلا بگه حامد، میخوامه من شما خیلی خب بچه رو به اسم کوچیک صدا کنه، میره تو خونه باباش میگه، میگه که بابا آقا تو مسجد به من گفت چطوری آقا مرتضی. بعد اون موقع تو مسجد بهش میگه که آقا مادرت پدرت وقتی حرف میزنه خدا داره دستور میده، فرمونشه و کارت انجام دادی اون موقع بیا. اون موقع وقتی میاد مسجد زندگیش تو مسجده. اون موقع گلش هم بخوای بکنی میری به آقای مسجد میگی، به روحانی مسجد میگی، مسجد مشکلش حل میشه، مشاورش تو مسجده، قرآنش تو مسجده. اون موقع باید میبینی با قرآن داره زندگی میکنه. خیلی حرف زدم، ببخشید. زنده باشین، زنده باشین، زنده باشین. حسنین عزیزم چیه؟ میخواد آقا یه هدیه خاص به شما بده. بگیر آقای حسنین یه هدیه به مادرمون دادیم. قاری و مؤذن عتبه عباسیه سید حسنین الهلوی عزیزم.
وقتی تو پاکت گذاشته یعنی یه چیزیه دیگه، یه چیزیه که متفاوته. با دست راستم هست. حاج آقا احسنتم، ارادت دارم حبیبی، ببخشید من حبیبی، فداتون بشم، بسارت کردم، ممنونم، قربون شما، ممنونم، علامت بکنم، نشید العباء ای به به، اینم توضیح بدید دیگه. آقا این نشان خادمی افتخاری آستان مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام بیستید، بیستید، بله، به احترام این نشان. اینجا اینجا بخشم بیا خداتون بشم اکران متشکرم آقای درویش، من عذرخواهی میکنم، ببخشید دل شما هم خیلی درد دادم، ممنونم ازت، ببخشید. حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، به خون نشان دل دودمان آدم را، غبار ماتم تو آب رو به من بخشید، به عالمی ندم این غبار ماتم را، به نیم قطره عشق محبتت ندهم، اگر دهن به دستم تمام عالم را، بیام نگریه برای تو روز محشرم، خموش می کنم از عشق خود جهنم را، اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم، هزار بار بمیرم نبینم آن دم را، ای حرمت قبله حاجات ما. من منتسب به حضرت ابوالفضلم و میگم عیدی ما بود چند خط، چون شما زری از ابوالفضلم سلام الله علیه، ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی، سرو کجا قامت رعنای تو،
راه کجا روی دلارای تو هر که بر درد و غمی شد دچار گوید اگر 133 بار ای عالم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف و کرب الحسین از کرم و لطف جوابش دهی تشنه اگر آمده آبش دهی عالم اگر قرآن بخونه برای امام حسین به اندازه قرائت علی اکبرش نمیشه الان عالم اگر قرآن بخونه به اندازه قرائت خود امام زمان روی فداه زیبا نیست السلام علیکه هی نتقرأ اون صدات برم امام حال خوبی بده آقا جان ما هم عالم به قرآن بشیم هم عامل به قرآن بشیم ما اگر یک بالمون از دست بدیم هیچ پرنده ای با یک بال پرواز نمی کنه اگر یک بال از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین یا قرآن را از دست بدیم مطمئنن سقوط میکنیم اصلا اگر داشته باشیم تو آسمون باشیم از دست بدیم سقوط میکنیم اگر نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم پرواز کنیم فقط خسته میکنیم خدا ما را قرآن و عترت علیه السلام معنوس بفرما الهی امین برون شما دعا کنیم آقا اسخایم کنیم دم افطار دیگه دعا کنیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن این دعای سلامتی امام زمان اگر توش دقت بکنید اصلا برای خودمون ظاهرانی چی نمیخوایم میگیم برای آقامون سلامتی و ولی و حافظ و نگهبان باش و دلیلش باش راهنماش باش به قول خودمون یه حالی به آقای ما بده حال خوب امام زمان باعث میشه ما هم حالمون خوب بشه اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی هم و حافظ هم و قاید هم و ناصر هم و دلیل هم و عین هم حتی تسکنه و ارض کتو هم و تمته هم فی ها طبیل هم به عزتت قسم فرج آقامون برسان به عزتت قسم خدای رهبرمون حفظ کن روح امام و شهدامون شاد کن دولتمون یاری بفرما دشمنمون رو نابود بفرما آبروی امیر المومنین نسل و ذریه‌مون رو در خونه آل الله در محضر قرآن ثابت قدم بدار آنچه گفتیم و گفته نشده به صلاح ماست به ما تفضل بفرما نصار اهل بیت سه تا صلوات بلند بفرست الله صل علی محمد و عجل فرجه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم صل علی محمد و عجل فرجه